سید خوابش نمیبرد. آواز انقلاب در شام و در ترابلس سودای ماندنش را تبخیر کرده است. نایب مناب حضرت قائم کابوس روز آخر را در پیش دیدگانش میبیند و کوکنار سرخ پشیمانی را در پیشگاه منقل ورشو با انبری که ارث پدر بود با هر سه چار بست پیاپی میچیند. دیروز بود وقتی که مثنوی جان و جهان سید گمنام بود. در لحظه دعا و مناجات در دستهای او شیرین ترین شراب الهی در جام بود. آواز عاشقانه او در کوچه باغ کوسنگی هر رهگذار عاشق را تا اوج وصل همراه و همسفر می شد. شاندیز آواز عاشقانه او را باور داشت از خسروی سرای کهن تا سجاد بولوار یاس و شبو نفرت به جای عشق نشسته است. پیوندهای حاکم و محکوم دیریست دیر شکسته است. امشب جان و جهان سید با یاد روزهای جوانی لبریز درد و نشعه مرگ است. پایان کار نزدیک می شود و بامداد سید تاریک می شود. علیرضا نوری‌زاده پنج شنبه 28 آذر ماه 19 دسامبر به شما سلام می کنم. نمی شود. این حضرت آقای نایب امام زمان نگاهش که می کنم و بر می گردم به روزهای پیش از انقلاب جاشو می بینم، می بینم این پتیاره قدرت چی کار میکنه آدم. یک شب میبرد تو بستر، یک عمر ولت نمیکنه، داغون میشی، جلو چشمت با بقیه میپره، عصبانیت میکنه، اعصابتو خورد میکنه، حسودیت میشه، میخوای تصاحبش کنی، همیشه داشته باشیش، بعد میبینی بابتش باید دینو بدی، شرفو بدی، آبرو رو بدی، اعتبارو بدی. ای داد بیداد، من یه وقتی توی مجلس میمدم عماد خراسانی با من بود، امیری فیروزکوهی بود، شازده قهرمان بود، میم امید خراسانی بود. چی شد حالا یه مش بوزینه مثل احمد جنتی و مثل احمد خاتمی و مثل محمد تقی مصباح یزدی اینا دور منو گرفتن؟ خدایا چه بلایی به سرم آوردی؟ تا اینا رو فکر میکنه قدرت خانم گوشه دامنه میزنه بالا، یه گوشه سینه رو نشون میده، دستی به شکن زلف میزنه، فراموش میشه. بیارید شمشیر را بزنید. امروز دو تا عرب کم داریم، عرب ایرانی، فردا سه تا کرد، پس فردا چهار تا بلوچ، بعد نیست از ترکو هم دو تا بزنیم، از بچهای تهران سعید مرتضوی هم یه مدال بهش بدیم، یه خود بهش جا بدیم، جایگاه بدیم. آدمو اینجوری میکنه. و من واقعا هر بار آقای خامنه‌ای رو میبینم متأثر میشم براش. یعنی یه انسانی که میتونست امروز چه جایگاهی داشته باشه، حداقلش این بود میتونست در حد آقای سرفرازی باشه، حداقلش این بود میتونست جای آقا رضی شیرازی نشسته بود، ولی آدم میده همه رو. قدرت پوستو میکنه. سید روح‌الله مصطفوی تو نجف با پشه بند با چادر شب میگه مگس رو بزنیم بیرون که خدای نکرده کشته نشه. اون وقت تو ایران این جوانای مردم رو دسته دسته بگیریم بکشیم. چرا؟ چون مثل تو فکر نمی کنه. باری ای روزگار، من این داره میگم، آخه گاهی اوقات پلوی آدمایی که نشستم که باهاشون گذشته دارم، تاریخ دارم، زندگی دارم، از بچه 16 17 سالگی با هم دوست بودیم، رفیق بودیم، این حالتا برای من دست میده که من و او بشینیم در سوگ احمد کسیلا عشق بریزیم. چرا؟ چرا کسیلا نباید امروز جایگاه خودش رو داشت؟ چرا نباید مردم میدونستن شاعری آزاده و انسانی آزاده و سربلند بود که به قدرت مسلط زمانه نگفت؟ بله، سبزواری نشد، یوسف علی میرشکاک هم نشد،
در اوج فقر و افتخار و سرفرازی مرد، اما تعظیم نکرد، تسلیم نشد. سلام اسفند منفردزاده عزیزم. درود فراوان بر شما، خوشحالم که شانس به ما میدید اینجا در خدمت شما بیننده باشم. بارها براتون گفتم من و اسفند خیلی برمیگردیم به عقب، خیلی خیلی، و هر آنم همدیگر رو میبینیم خوشحال میشیم. این خیلی خیلی زیباست در دوستی ها که آدم همدیگر رو میبینه شاد بشه، سر یه موضوع مورد پسندش دلخوره. گریبان تو بگی بشه نهی رضا، من گریبانش رو بگم بشه اسفند میخوام با طرف بزنم، او بگی میخوام با طرف بزنم، اینجا اشتباه میکنی، اینجا خطاست، و دلپذیره. یعنی به جای اینکه آدم دلگیر بشه خوشحال میشه، میگه ببین رفیقم چقدر منو دوست داره، همینجوری مراقب منه. و مثل شراب کهنش خوبه. واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. یعنی آدم احساس میکنه اون کسی که بهش میاندیشه نگرانشه، مراقبشه. مبادا علیرضا خیلی داری کار میکنی میفتی یا این از او عشقه، مراقبه هواتو. خوب اسمن جون چطوری؟ خوبم، این شانس رو، یعنی واقعا خسته نباشید در یک کلام. مرسی. ماهایی که واقعا با سختی با دندون چنگ و دندون به حال میدونم با دست میشه گفت دستنها و این کانال رو آمده جلو حضور تو رو ما مدت ها بود انتظار میکشتیم، ولی به تو مژده میدم حتما اسفند رو خواهیم داشت در سال جدید با یه طرح بسیار زیبایی که در اندیشه دارد و داره مقدماتشو میچینه، و بتونیم از حضور پربرکت این هنرمندی که وقتی که آهنگاشو به یاد میارم اون اسی بهتون بگم، هیچ وقت تا زندم اون صحنه ای رو که داشاکل چهار تا پنج آب میزنه به صورت مرجان و اون موسیقی رو یادم نمیره. یعنی اسفند با اون زندگی کرده، اونجاست که موسیقی در خدمت معنا با همه عواطف و احساسات. واقعا قشنگ میگه. و من آرزو میکنم واقعا نسل بعد این قشر حاکم، نسل بعدش آرزو کنیم عاشق بشه، فقط عاشق بشه، از اون سیاهی نفرت بیاد بیرون، فقط عاشق بشه، یه قدم درستی برداشته شد. اسفند عزیزم ماندلا رو میدیدی؟ آخ آخ. یعنی واقعا چرا ما باید در حسرتی هم چیزی باشیم؟ من یه فضولی کنم، یعنی آدم های بزرگی چون ماندلا رو ماها داشتیم تو تاریخ خودم داریم، ما انقدر بزرگ میکنیم که دست نیافتنی دقیقا. باشه دقیقا. که ما بگیم ما که نمیتونیم کار بکنیم، ولی میشه تیکه تیکه های زیبا رو اگه میتونیم تا اونجا که میتونیم به سمتش بریم و این کارها رو بکنیم، فقط حرف نزنیم، امیدوارم یاد خوردش میکنیم. یعنی اگر مورد من داشتم چند شب پیش میگفتم، یکی دو شب پیش، مثلا قوام السلطنه، آقا نگاه کن تو تاریخ آذربایجان رو برگردونده به ایران، مطلق کسی بد یا خوب آره نیست. آره نمیتونی تو بگی که آقا این آدم چون سیه تیر اومد حکومت گرفت پس این آدم خائن دشمن. ما خیلی سیاه و سفید، خیلی فرهنگ شیعه ناشریه. حالا من قبل از اینکه بریم تو مسائل فرهنگی و هنری، این چیزی رو که قبلا با هم مطرح کردیم اسفند عزیز، تو به هر حال در کنار اینکه یک هنرمند مبارز هستی و در همه این سالها اون خط و ربط و روشتو تغییر ندادی و همیشه نگاهت نگاهی بوده آمیخته با نظریه عدالت اجتماعی، دموکراسی، سکولار، جدایی دین از دولت، اسفند چه احساسی داری بعد از این ماجرای قرارداد ژنو و آمدن آقای روحانی؟ شما احساس میکنی یه مقدار اپوزیسیون ما دوچار فلج شده، دوچار سکته مغزی شده؟ احساس میکنی که یه عده آدمهایی که خیلی فعالان حضور داشتن کم کمک میرن تو سایه خونه میشینن، حرف نمیزنن، اگرم حرفی بزنن تکراریه؟ من فضولی این حرف هم میدونید شما استاد منید، من خیال میکنم که این اتفاق اسمشو بذاریم این مجموعه، به هر حال همه کارهایی که داره این حاکمیت و دولت انجام میده اصلا به نظر من رد یا قبول کردنش هر دوش نادرسته. چون این انتخاب و آقای روحانی و کابینه امیدی به وجود آورد در جامعه ایران که یک عده دل بستن به اون امید، یک عده به هر دلیلی
نپسندیدن و نیومدن باهاش. ولی این هر دو رو هیچ کدوم نمیشه گفت این یا آن. اما من فرض رو بر این میذارم که آقای روحانی و کابینه و این مجموعه میخواد، شکم نکنیم، میگیم میخواد این اصلاح کنه. من فکر کنم همه مردم جهان به نوعی اصلاحات دوست داریم. خب جنگ و جدال و شمشیر و خونریزی هم دیگه تجربیاتش همه جای جهان کرده شده بیشتر جا. بنابراین به جای اینکه ما وارد نفی یا قبول این مجموعه بشیم، نگاه کنیم به اینکه این حاکمیت یا این مجموعه که به دولت اومده راهی نداره که جز اجرای قانون اساسی. پس ما به این بپردازیم، این قانون اساسی رو آقای روحانی و کابینه آیا میتونه تغییر بده؟ اگر بتونه این روزنه امیدوار کننده است، اگر نتونه چه انتظاری؟ ایشون آدم عالی شد. من خیال میکنم دنبال آدم خوب نباید بگردیم، چون فراوون هست. سیستم باید درست بشه. حالا چه خاتمی اومدن بدی نبود، اونم حسنیت داشت، اونم همین کارو کرد. یعنی اون رأی واقعی یعنی واقعا جوونا رأی دادن، انتظار داشتن، نه اینکه نخواست. من خیال میکنم نتونست. اگر ما فرض رو بریم بذاریم که میخواست، چون دلیلی نیست بگیم نمیخواست، چون هر کسی دلش میخواد نام نیک بذاره خودش، کارو درست. و هر کسی خودشو ارزیابی میکنه، چون من آدم خوبی هستم پس اگر من بگم این کارا بشه باید بشه. ولی یک قانون اساسی که به نظر من جزئی ترین مسائل پرداخته که مبادا مخل مبانی اسلام باشه، خب کی ترجمه میکنه این اتفاقی، کاری که آقای روحانی میخواد بکنه یا آقای خاتمی میخواست بکنه مخل مبانی اسلام هست یا نه؟ کی داوری میکنه؟ حاکمیت. اینجاست که مردم نقششون به صفر داره میرسه، ولی به امید میبندن. و این امید یعنی میترسم بدون اینکه خواسته ای داشته باشن تکرار کار ما باشه. خب اسفند عزیزم، این رو میتونیم بگیم در سطح مردم، خب کشورمون، مردم عادی، اکثریت. چرا نخبگان ما دوچار این حالت شدن؟ برای اینکه باید یا نه بگن یا آره. از این نه و آره اگه بیان بیرون، به چگونگی این تغییر، به کدوم سمت و چراییش، جبهه میخواد. یعنی یک فکر باز این بیرون دقیقا برمیان به همون حرف سالها. زمانی که نتونیم ادهی که با هم حداقل تجانس فکریشون اینه که اصل مشترک یک نظام سکولار دموکراتیک در ایران آزادی آزادی ها تضمین بشه. خب اگر ما اعتقاد داریم چرا نتونیم با هم بشیم؟ حالا من یه باز فضولی میکنم، واقعا من شاید نه، واقعا به خاطر تجربت آدم ها رو میشناسی هستی. برای اینکه من خیال میکنم با حالا اسم نمیبریم برای که نیستند، ولی حاضر روزی واقعا بیاد یه چالش درست چالشی بشه که من خیال میکنم آزادی خواه به معنای درستش، که معنی آزادی من آزادی خودخواهی نیست، چون من در انقلاب خودمو میگم، نقد کردم خودمو، من در مقطع انقلاب آزادی خودخواه بودم و 110 سال از آزادی اون سرزمین در اون منطقه جلوی همه است و میگه آزادی. آزادی در یک سوم شعار انقلاب 22 بهمن بود. این آزادی تعریفش تعریف دست بسیارانی آزادی خود بود. من خیال میکنم تعریف آزادی میتونه اصلاح بشه. این پیشنهاد فضولی من شاگرد که آزادی دگراندیش خواهی باید متداول بشه. یعنی بدون اینکه من بپرسم فلانی چه عقایدی دارن، اینا آزاد باشن، نشریاتشون وهله اول، اینه بلافصل زندان و دستگیری و سرکوب و اعدام اینا تموم میشه. آزادی مطبوعات و احزاب. بعد از اینه که قدم بعدی انتخابات آزاد بشه، دموکراسی برسیم، قدم بذاریم تو. برای این فضولی رو من میکنم. به نظر من جبهه‌ای میخواد حول محورهای حداقلی که تعیین کننده است. و این فضولی من اینه که این حداقل آزادی. خیلی هم حرف منطقی. ببینید اسفند جان، من وقتی میشنم فکر میکنم در کشور ما میلیون ها ایرانی به خاطر اینکه سنی ان، به خاطر اینکه بهایی ان، یهودی ان، مسیحی ان، زرتشتی ان، اینا هیچ وقت نمیتونن رئیس جمهور بشن، هیچ وقت نمیتونن وزیر بشن. من مسلمون نمیتونم برم رأی بدم به یه کلیمی یا به زرتشتی، حتما باید اون زرتشتی بره به اون رأی بده. این یعنی مفهومی که به عنوان شهروند ما قائلیم، این ده ها تعبیر داره. شهروند دیگه به ولایت فقیه قبول داره، شیعه اثنی عشری است. حالا اگر همین شهروند یهودی باشه، چه مسلمان سنی؟ بله، حالا میگم یهودی مسلمان سنی که جواب خود داره. و این به ولایت فقیه هم بگه من قبول دارم چون حاکم مملکتم، میگه فایده نداره. نه، اعتماد تو بعد شیعه اثنی عشری ولایی بشی، سید علی آقا هم به عنوان نایب امام زمان قبول بکنی،
اون وقت ممکنه بهت اجازه بدیم توی این حاشیه جارو کشی کنیم. یعنی خیلی توهینه با آدم. تبعیض. خیلی توهینه. خیلی توهینه اسمت. وقتی آدم آفریقای جنوبی رو نگاه میکنه، اون نظام آپارتاید تو اون مملکت چه میکرد؟ بعد یک انسان به نام ماندلا میاد 25 سال تو زندان، 27 سال از مبارزه مسلحانه شروع میکنه. عباس امیرانتظام رو میاد از زندان بیرون. این آدم نه تفنگ برداشته، ماندلا تفنگ دستش بود. بله. این آدم میاد بیرون، انقدر آزاده است. همیشه میره دیدن زندانبانش. دیدن محمدی گیلانی میره که محکومش کرده. این روحیه باید در مملکت ما گسترش پیدا کنه. باید این روحیه، این نفرتی که اشاره کردی بهش باید خالی بشه. عشق جاشو باید بگیره. واقعا عشق باید جاشو بگیره. من باید عاشق مخالفم باشم. ما دشمن میبینیم مخالف رو. مخالف دشمن. مخالف دشمن نیست، اون نظر دیگه داره و امیدوارم این راه رو پیش کسوتان اول بپذیرن، جبهه حول این و تبلیغات حول حسین. من واقعا متاسف میشم اسمنده عزیزم. حالا من میخوام یه چیزی میخوام بهت نشون بدم. تو آدمی هستی هم اهل سینمایی هم هنرمندی، قشنگه. این آقای دکتر ظریف وزیر خارجه که حالا دهان آمریکایی هم براش وام مونده، آقای جان کری هم خیلی دوستش داره، و در واقع آقای صالحی که پیش از ایشون وزیر خارجه رو داشت، یه مراسم معارفه و تودیع مشترک دارن. یعنی آقای صالحی از وزارت خارجه خداحافظی میکنه، آقای ظریف ورود میشن و خوش آمد میشن. این منظره رو شما تماشا کنید، ببینید مقام ها در جمهوری اسلامی داره چه ارزشی است و آدم ها نسبت به این مقام ها و جایگاه خودشون کجا چه جوری نگاه میکنن. قشنگه این فیلم، نگاش بکنیم با هم. موش کنه. من مجددا از حضور جناب عالی تشکر میکنم، از تفقدی که میفرمایید نسبت به چی میگن این جلسه چیه؟ معارفه و تودیع. بله، مراسم همون مراسمی است که آقای دکتر صالحی گفتن. چی بود آقای دکتر صالحی؟ و بتوانم روزی که مراسم همون که فرمودن تودیع و معارفه جانشین بنده اینجا باشه، آقای متکی هم که در مراسم تودیع خودش حاضر نشده بود، برای تودیع جانشینش اومد تا بگه همه یه روزی باید این میز امانت رو تحویل بدن. ما یک شروعی داریم که حتما با پایانی در یک آینده نزدیک یا یک خورده دورتر مواجه خواهد بود. یه نکته جالب ببین اسفند عزیزم، تمام اینا که میان اینجا حالا انتخاب شدن، آقای رئیس جمهوری که 18 میلیون رای آورده اینا رو انتخاب کرده، ولی به یک اشاره قلم آقای خامنه ای اینه سوتن اوتن. بنابراین خودشون هم میان میگن این مناسب موقت، اما بسیار خوبه یه وزیر 4 سال وزیر باشه بره کس دیگه جاش. ولی در این مملکت یه نفر هست تکون نمیخوره، مسئولیت نداره، 95 میلیارد دلار ثروت داره، کارش نمیتونی بکنی. همین آقای روحانی رو میتونی تقی بزنزی بره کنار. مگه آقای خمینی با بنی صدر نده؟ در اون زمان بنی صدر هم بالاترین آرا رو داشت. چه اعتباری برای اون آرا قاره شد؟ آقای خمینی اشاره کرد، مجلس هم عدم کفایت صادر کرد. اینه که مقام هم در جمهوری اسلامی ارزش نداره. یه برای بگم اسمنده عزیزم که آدم براش جالبه، پدر این وزیر خارجه فعلی مصر، ایشون وزیر خارجه آقای سادات بود، اسماعیل فهمی. بعد موقعی که سادات داشت میرفت به اسرائیل که اون کار کمپ دیوید و نطق معروف بکنه، ایشون گفت من باید مخالفم وزیر خارجه. اه مخالفی بعد من این سیاست رو نمیپسندم و اگر من مسئول سیاست خارجی هم، آقای رئیس جمهور تو باید حرف منو گوش بدی. من این ارزش ها رو که میبینم بعد مقایسه میکنم، در ایران وزیر خارجه آقای متکی رفته بود تو افریقا، آقای احمدی نژاد برکنارش کرد، یعنی براش حرمت قائل نشه که برگرده و بدین ترتیب چقدر چیپ شده، سطح پایین اومده. حالا بریم سر هنرمون اسفند عزیزم، دنیایی که به هر حال تو یکی از
ارکانشی، قطبشی در موسیقی، در سینما به هر حال کارهای ارزشمندی کرد. سینمای ما به خاطر حذف دو عامل اول، زن و سکس یعنی و خشونت، و بعد البته خشونت اومد به معنای خیلی بدش و زنم در یه ابعاد دیگر اومد، این اول یه تحولی توش ایجاد شد، مثل قصه نویسی مون که یه موقعی که شعر دوچار مشکل بود قصه نویسی مون. میخوام بگم نگاهت به موسیقی ایران چیه الان، یعنی این مسیری که طی شده، هی گفتم موسیقی لس آنجلسی ولی بعد تو ایران گروه درست شد و خواننده همه اونو تقلید میکردن، الان نگاهت چیه؟ موسیقی در چه شرایطیه تو ایران؟ خب روشنه که این جوان، بذاریم برگردیم اول که چه اتفاق افتاده که وظایف یا وظیفه احزاب یا وظایف احزاب سیاسی که در ایران آزاد نیست اتوماتیک با سابقه قبلی هم که داشته و همین وال منطقی خود آسان‌تر بعد از انقلاب به ویژه افتاده به گردن، یعنی راهی نیست برای اهل فرهنگ و هنر از جمله موسیقی، سینما، همه بله. تمام ابزار تبلیغ ایدئولوژی دست حاکمیت، بله. تمام ابزار تولید هنر سیاسی به موافق خودش دست حکومت، حوزه هنری همه دیگه فراون بودجه داره امکان، بله. خب این خود این امکانات از تبلیغات ایدئولوژیک در تلویزیون ها و رسانه هاشون تا سینما همه چی وسوسه انگیزه برای جوانی که نگاه میکنه، میبینه این جوانی که امروز اومده یه سریال یا یه مطلب یا یه فیلم موفق به نظر اقتصادی، اوضاع اقتصادی هم که روشنه، خب کی میمونه؟ این جوانی که یه ذره به هر دلیلی میخواد انسان باشه، من توهین به اون بقیه ندارم، کسی که باور داره خب باورش میشه احترام گذاشت، ولی بعد از انقلاب ریش قبل از انقلاب معنا داشت، راست و دروغ نبود، این مسائل بعد از انقلاب، پیش از انقلاب روشن بود، بعد از انقلاب مبهمه که این خانومی که روسری میذاره که محترم هم هست حالا روسری رو باور داره یا نه، یا گذاشته برای قدرت. خب جوون اصلا میره زیرزمینی میشه، خب موسیقی زیرزمینی امکانات کلام، ترانه، موسیقی، مشکلش موسیقی بدون کلام نیست، اون کلامی که اینا حساسن نمیذارن، میدونن تمام، به قول دکتر اسماعیل خویی یادش خوش میگه تمام تمثیل و استعاره پیش از انقلاب همه دست و ما رو خوندن، خلاصه نمیذاره این بیاد توی کلام. خب وقتی کلام ممنوعه جوان چیکار میکنه؟ موسیقی میاد نگاهش به بیرون میشه و کار میکنه. من خیال میکنم باز واقعا مختنمه که این جوان حضور داره هنوز و وظیفه‌ای که سنگین هم هست براش، حتی یه تلنگر کوچیک میزنه به ناهنجاری ها، باید لبیک گفت، نمیشه گفت حق نداره بکنه، نمیشه گفت باید بکنه، آرزو اینه که احزاب آزاد شه که هنر بره برسه اون والایی که باید و اون وظیفه اصلیش که به نظر من تلطیف روحیه جامعه است، وظیفه هنر. اسفند عزیز جا، به عنوان یه کارشناس، به عنوان یه موسیقیدان، این تحول موسیقی از سازها، از آوازها، نوازشهای هنرمند با سازش، تبدیل شدن این به موسیقی الکترونیک، این چقدر لطمه زده؟ مثل همه پدیده های صنعتی تکنولوژیک بگیم، مثل همه اونا امتیازاتی داره و عوارضی هم داره. خب از اون بر آسون شده جوانی که حتی موسیقی نمیدونه، من میشناسم، حالا فامیلم هست، فامیلی دوست، این تولید میکنه از آهنگسازی، موسیقی نمیدونه، از روی کامپیوتر و سمپل ها سر هم کردن، ادیت کردن، میفروشه، درآمد داره. من هرگز این درآمد نداشتم، نمیتونم داشته باشم. خب نمیشه گفت حق نداره، من میگم اینا باید آزاد بشه. چیزی که جاش خالیه نقده که مخاطب بین همین ها هم کارهای زیبا میشه، ترکیبات زیبا هست، اینا بررسی و نقد نمیشه، همه دوغ و دوشاب یکیه. بدیش اینه که اون وقت ژانرهای مختلف، رده های مختلف تولید، فرض کنیم همین ترانه رو بگیم که موسیقی آوازیه، همین این یکی نمیشه همه رو با هم ریخت، گفت سیب و گلابی رو معلم مدرسه با ما گفت نمیشه جمع بزنی تفریق کنی. بنابراین بی‌انصافیه که نقد نیست که میگه موسیقی عاشقانه، تفکر برانگیز، شادی آفرین، اینا هر کدوم جای مختلفه، اینا ارزش های خودشو دارن. متاسفانه میگم نقد جاش خالیه که این نقد بشه و حاکمیت دلش تنگ میشه. برای اون وقتی اسفند پشت پیانو نشسته بود، رفته بودم توی سازمان کانون برای بله کودکان و جوانان، رفته بودم اسفند نشسته بود، یه ترانه تازه خلق کرده بود و داشت میزد و
که بسیار زیبا بود، رامش هم خوند و بعد عنوانش نماز بود، بعد کردنش نیاز. ولی اسفند و کاری یه ترانه دیگه هم بود، تو بارونی تو بارونی، بس مینا رامش که مینا اسدی شعرشو گفت. ممنونم اسفند عزیز، من که سیر نمیشم، ولی اسفند رو بیشتر خواهیم دید. من نمیخوام الان راجع به برنامه‌اش صحبت کنم، ولی یه برنامه ویژه خواهیم داشت که اسفند عزیز راجع به برنامه‌ی که افتخار پخش شما خواهیم داشت و همکاری شد با هم صحبت خواهیم کرد. خوشحالم که در رد و قبول هیچ انسانی حرف نخواهم زد جز اینکه یک وحدت و یک عشق و یک پیوند عاطفی که ما سرزمین عاطفه هستیم بتونم ذره کمک کنم. امیدوارم این شانس از این انتظار نمیره. امیدوارم پایدار باشه. درنگ میکنیم و باز میگردیم. درود دوباره. دلم نمی اومد بذارم اسفند بره، نازنینی که اوف. و هم بر می گردیم به تشییع جنازه نیکولای پدر ماریا متر، هنرپیشه فیلم بیگانه بیام.
داشتیم با کیمیایی صحبت میکردم، گفت یای زهیرزا اسفن نشسته بود تو ماشین من، یه پیکان جوانان خردلی داشتم سال اول دانشگاه. بعد اسفن یه دفعه یه ریتم قایم از این کارا شیطونی ها میکرد با در ماشین، من فکرم زدن بهمون. قش قش خندیدیم و بعد رفتیم گورستان روس ها و پیکر مردی رو که از روسیه آمده بود و معلوم شد از خانواده جنبلاته. و بعد ولی جنبلات اومد، پسر کمال جنبلات با مارینا ازدواج کرد، ولش داشت با هم رفتن لبنان. یه داستانشو براتون گفتم. و اسفند رفت به وین، رفت کنسرواتوار، برگشت موسیقی قیصر رو ساخت و بعد همینطوری ساخت توقیع زیبا رو، اون موسیقی از یاد نرفتنی بلوچو. هر کدومشو میدیدی توپولی رو اگه از یادها میره. و اسفند ساخت و ساخت، ترانه هاش نمونه بود کاراش و همیشه یه انسان آزاداندیش و آزاده. بسیار خوشحال بودم که در کنار او بودم. خیلی تلخه، دیروز اشاره به حرفای آقای زاکانی کردم، بین 8 تا 35 میلیارد دلار ضرر ما از خیانت کسانی بود که مانع از انجام گرفتن قرارداد کرسنت شدن. امروز خبر شدم از یکی از کسانی که در پی پرونده هست که تمام برنامه ها علیه ایران به انجام رسیده و به زودی مردم ما با این صورت حساب سنگین روبرو خواهند بود که عاملش 4 تا آدم کلاش و دزد در حکومت احمدی نژاد بود که رفته بودن از یک کمپانی که اومده گاز ایران رو به امارات بفروشه، ببره برای دیرسالی منطقه دریایی ایران رو تثبیت کنه، حاکمیت ایران رو تثبیت کنه. اومدن 70 میلیون دلار خواستن و آقای جعفر گفت من پول نمیدم، من باج به شغال نمیدم، کار قانونی دارم میکنم. دردناک، دردناک. آقای عباس عراقچی بعد از دیدار با خانم کاترین اشتون مثل تمام مقامات جمهوری اسلامی زبان به انتقاد از سیاست آمریکا گشود، اما لابلاش اشاره کرد قربان دستای ما بالاست، ما تسلیم شدیم، ما مخلص شما هم هستیم. سانترفیوژ بی سانترفیوژ تعطیلش میکنیم، فوردو رو فیتیله رو میکشیم پایین، نتنز فیتیله رو میکشیم پایین و مذاکرات کارشناسی هم که گفته بودیم انجام نمیدیم از هم امروز پنجشنبه انجام خواهیم داد. 4 روز متوقفش کردن از روز پنجشنبه امروز 28 آذر آغازش کردن. آقای عباس عراقچی البته همچی سرباز جلوی صفه که با خانم کاترین اشتون در نبرد، نبرد که چه از کنم، خانم اشتون با آقای سعید جلیلی هم نبرد نمی کرد بلکه پیرانش رو کشید بالا، فوتوشاپ هم که براش درست میکردن تو ایران سینش رو بپوشونن او خودش ترجیح داد خودش بپوشونه، رفت لباسهای پوشیده خرید تا شبیه خواهران بشود. عجب روزگاریست. بعضی از اینا که میان بیرون، همین آقایون وزرا مسئولان بلند پایه، به محض اینکه بانوی رو میبینن اینجوری نگاه میکنن. ای داد بیداد، یک کلام هم از مادر عروس بشنویم. آقای علی جنتی فرزند یکی از منفورترین چهره های جمهوری ولایت فقیه، احمد جنتی، مردی که نماد ضدیت با آزادی و اندیشه آزاد، انتخابات آزاد و دموکراسی است، گفته 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده میکنن. تقریبی 10 میلیون جمعیت تهران رو بگیریم، 71 7.1 میلیون 7.1 میلیون و 100 هزار تهرانی ماهواره دارن میبینن. خب جناب آقای ولی فقیه، شما میخواید اون وقت جلوی ماهواره رو بگیرید، شما میخواید مردم رو منع کنید از طعم آزادی رو چشیدن،
ماهواره از نگاه شما فقط الفیه شرفی است، اما مردم با بودن حجت الاسلام دانشمند، حجت الاسلام فلان که سخنرانی میفرمایند و وظایف زن رو در خانه مادرش با بودن شوهرش به او گوش زد میکنن، احتیاج به اون فیلم های الفیه شرفیه ندارن. ولی مردم آزادن که انتخاب بکنن. این ریموت کنترل دستشونه، یه نفر میزنه برنامه ما رو دوست داره میبینه، دیگری کانال دیگری رو میبینه، یه نفر دوست داره سریال ترکی ببینه، چرا نه؟ هر کسی دنبال آن چیز که دوست داره و اینو بهش میگن آزادی. اما اگه شما نگران اخلاق جامعه هستید، بر این باورید که آقا بعضی از این فیلم ها برای جوانان بده، بد میدونید چیه؟ اینه که جوان مردم رو ببرید در کهریزت پیش تجاوز کنید، این بده. این بده که رئیس دادگستریتون توی مشهد بانوی رو که اومده طلاق بگیره تو اتاق بهش تعرض میکنه، این بده. بعد اینه که خانه هدایت اسلامی کرج که قرار دختران بی پناه و بی سرپرست در اونجا سرپرستی بشن، رئیسش مردکی به نام حجت الاسلام منتظری که هیچ ربطی هم با مرحوم آقای منتظری اون روحانی آزاده نداره، این آدم دخترها رو شبا در اختیار مقامات سپاه و مسئولان بلندپایه نظام و علمای اعلام میگذارد، بابتش پول میگیره، خودش هم با این دختران ارتباط داره. و وقتی بنده علیرضا نوری‌زاده فضول این ماجرا رو برملا میکنم، تو شرق الاوسط صفحه بزرگ مینویسم، در کیهان، در برنامه تلویزیون و غیره، وحشت زده هول میشن، این آقا رو ور میدارن. دادستان کرج هم بود دیگه، بعد از 2 سال سمیناری در قوه قضاییه گرفته، میدونم این مردک صفحه اول نشسته، مشاور رئیس قوه قضاییه شد. ایناست که فاسد میکنه جامعه رو. یعنی جوان پیش خودش میشینه فکر میکنه، یا اینطور که بابام میگه، اینطور که بابا بزرگم میگه، مادر بزرگم میگه، در زمان آن طاغوت مردم با چه عشقی اعتقاداتی داشتن، روز عاشورا از دلشون عشق میریختن، شب 21 ماه رمضان احیا میگرفتن، قرآن به سر میگرفتن، چطور مردم اینقدر خوب بودن؟ اما لازم میشد آبجوش هم میخورد، ودکاش هم میزد، حالش هم میکرد، موسیقیش هم گوش میکرد، تو مهمونی پا میشد با همسرش هم میرقصید. اما حالا نه، اسلام عزیز به خطر میفته، این کارها رو نباید بکنید. بعد برید تو خونه کشمش بگیره خودتون عرق درست کنید، یواشکی بخورید، بعدم میایم بیرون یه مش نعنا و چای خوش بزنید دهنتون بوش بره، تو نمازم که میان فراموش کنید که در قرآن آمده خلاصه لا تقربوا الصلاة یا اجتنبوا الصلاة و انتم سکارا، مستین نریم، تو اشکال نداره، مستم بودیم بریم، دهن آب بکشین، خمیر دندونم که فراوون هست، حداقل اگر ما علمای اعلام و اهالی ولایت فقیه اهل مسواک زدن نیستیم، اما بعد از نوشیدن شرابن تهورا اشکال نداره یه دور مسواک بزنیم. همه چی بر مبنای تزویر این جامعه را خراب میکنه. و الله آقای مهران مدیری بیاد یه سریال بسازه، آقای وزیر خارجه بره توش بخند و خوشحال بشه، اخلاق جامعه را فاسد نمیکنه. کمان که در بیرون هم برنامه‌ای که عرضه میشه اخلاق جامعه را فاسد میکنه. نگاه کنید، جالبه ها، آقای مدیری و این سریال جدیدی که ایشون درست کردن و قرار است یک طنز جالبی باشه. نمیدونم اتاق فرمان فیلمی دارن از این که برای ما اگر پخش بکنن خیلی خوشحال خواهیم شد، که سریال شوخی کردم آقای مهران مدیری رو تکش ببینیم با حضور وزیر خارجه. اینا کلن شستن، اصلا کلن دارن اینجور دیگه میبینن. این
برنامه شامل صحنه هایی است که مناسب هیچ کس نیست. این جانب اردشیر پیروزآبادی، این جمعیت 11% مردم راست گو، رسانه ها راست گو، اینا راست گو. قرقر پتم آغشته شد چون تسمه نقالم. یاران و همراهان همیشگی برنامه سینما امروز، فیلم خوب ساختن سخت، اسکار آقای فرهادی که علا حدیه لازم مدار سر جا میذاریم. خدا و با عرض سلام، اخبار این ساعت ایران و سایر کشورهای جهان را به سمت ایجاد تلفات بحران مالی اتحادیه اروپا. اتومبیل پراید به تاریخ پیوست. اشکاتو پاک میکنه شبا که قصه داری؟ میگم بگو دیگه، بگو شما یه مقدار بالا پایینت پایینه. شما نوامیس تحویل من بده، این دسته گل به تحویل میدم. خسته شدم آقای دکتر. حسن حافظ آب زیاد بخورید و کرفس. تهران در حال سقوط. به جای این که بگیم ما باید به مناطق محروم کمک کنیم، میگیم ما به مناطق محروم کمک کردیم. برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب رو به همین موضوع اختصاص دادیم. 3,000 میلیارد تومان کمک های نقدی مطرح کن، یه جور دیگه مطرح کن، ببینیم چه جوریه. اما ریشه این خشونت در کجاست؟ اما عاشق همشه ازدواج میکنم، خشونت نداریم. خیلی پخش میشه این برنامه. خب باید اهالی ولایت فقیه بدونن خودشونو میکشن، سریال درست میکنن، پول میدن، نمیدونم حضرت یوسف، حضرت حر ابن یزید ریاهی، ولی تای قضیه مردم مهران مدیری رو میبینن و برنامه‌اش. حالا یه وقت برره است، یه وقت سریال این جدید شوخی کردن و اینقدرم جذابه که آقای وزیر خارجه میده تماشا. ولی اظهارات آقای جنتی جالبه، میگوید که بسیاری از اقدامات در زمینه فرهنگی در کشور خنده‌دار است، کاری نکنیم که 5 سال دیگر به اقدامات خود بخندیم. یعنی آنچه در زمان آقای احمدی نژاد شد خنده‌دار بود دیگه. شما وقتی یه پاسداری رو که حالا یه قلم هم دستش گرفته و با قلم میخواد آدم رو بکشه، آقای صفار هرندی میکنی وزیر ارشاد، بعد از اونم یه آدم بیچاره روی این آقای حسینی، من نگاش میکردم دلم براش میسوخت. یعنی نگاش میکردم دقیقا، مثلا فکر کنید یه حاج آقای تای بازار یه حجره کوچولویی داره نمد میفروشه، بعد یه شاگردی هم داره اونجا که امیدوار داماد حاج آقا بشه، این آقای حسینی قشنگ قیافش همونجوری بود. یعنی آدم نگاه میکرد میدید این بیچاره به هر چیزی میخوره جز فرهنگ. نمیدونم چجوری اینو آقای احمدی نژاد از کجا پیدا کرد. به هر حال ایشون وزیر ارشاد بود و چه کردن اینا، هرچی فرهنگ بود کلن گرفتن ریشه بزنن، هرچی کتاب درست حسابی بود نابود کردن. شما فقط نگاه کنید کتاب هایی که در دوران به ویژه در 4 سال اول دولت آقای خاتمی، اون زمانی که آقای دکتر مهاجرانی وزیر ارشاد ببینیم چه کتابایی تو ایران در اومد، نگاه کنیم ببینیم چیا بود که منتشر شد، و بعد نگاه کنیم دوران احمدی نژاد کتابای ترجمه شده که به چاپ 4 و 5 رسیده بود ممنوع شد، مقوا شد، چقدر ناشرا به خاک سیاه نشستن، چقدر فیلمساز برجسته ناچار به ترک وطن شد. بهمن چرا باید بهمن قبادی بیاد؟ چرا باید بیاد؟ خیلی بچه های دیگه. چرا تبریزی متوقف میشه؟ کیمیایی فیلم متروپول رو ساخته، اینجا اشاره کردم بهش، ولی خونه دل خورده تا ساخته.
مرجویی چرا باید سنتوریش اجازه پخش پیدا نکنه؟ فیلم بسیار آموزنده، اگر این فیلم ارزش‌ها رو توی جامعه میتونه حفظ کنه، یک هنرمند که به دام اعتیاد میفته. قصه قدیمی و تکراری است، ولی پرداخت مرجویی و اون کار زیباش جلوه دیگری به این فیلم میده. و اسباب تأسف، ایشون میگه که بله، میگوید که وزارت ارشاد در تلاش است تا مسائل حوزه فرهنگ را نیازسنجی کرده و آن را به پژوهشگران ارائه کند که برن راه پیدا کنند. میگوید ضریب استفاده از ماهواره 71% مردم تهران را شامل می شود. رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم با آسیب‌های این شبکه ها چگونه مقابله کنیم. چگونه میشه جلو ایران فردا رو گرفت؟ چگونه می شود مانع از این شد که تلویزیون هایی که هدفشون خدمت به ملت ایران، ترویج دموکراسی، اندیشه سکولار و آزادی و ارزش نهادن به ارزش‌های فرهنگی و انسانی، صداشون رو ببریم؟ بله. ایشون می‌فرمایند که 2000 شبکه ماهواره‌ای روی تلفن‌های همراه در آینده نزدیک قابل مشاهده خواهند بود. با این پیشرفت‌ها هم آیا از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکارهای دیگری داریم؟ قلچماق همیشه با چوب و چماق و مسلسله. در برابر با تلویزیون هم از پارازیت استفاده میکنه، کاری هم نداره که این پارازیتی که این ویوی رو که داره میفرسته، ماکرو ویو، بچه های کوچک رو بیمار میکنه، سالخوردگان رو میمیراند، زنان باردار رو آسیب به خودشون و جنینشون میزنه. مهم نیست، مهم اینه مردم نتونن برنامه هایی رو ببینن، مردم نتونن تفسیر خبر رو تماشا کنن، مردم نتونن برنامه علیرضا میبودی رو ببینن. ایناست که میخوام بگم در جمهوری ولایت فقیه به این دلیل اینا ضد هنرن، فرهنگن، آزادی و اندیشن. بله، ایشون میگه برای مقابله با این آسیب ها، یعنی با کالارهای ماهواره‌ای، باید به روش علمی و صحیح عمل کنیم. روش علمی و صحیح، بعدم زندان و شکنجه و شلاق و از این حرف. بله، متاسفانه، و این آدم افسوس میخوره. جمهوری آذربایجان توافقنامه 25 میلیارد دلاری میدان گازیش رو امضا میکنه. افسوس میخوره. وقت در ایران کرسنت و جلوشو میگیرن، چون 70 میلیون دلار خدا رحمتش کنه آقای کردان و آقای رحیمی باج سبیل میخواستن. بله، 3 عضو سپاه پاسداران در اثر انفجار در نواحی مرزی پاکستان کشته شدن. یه گروه مسلح در اونجا هست، ادعا کرده این ستن رو او کشته. رجب علی شیخزاده، معاون امنیتی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، دیروز گفته که در اثر برخورد یک دستگاه خودرو متعلق به کارکنان بخش مهندسی سپاه پاسداران با تله انفجاری در نزدیکی شهر سراوان ستن کشته شدند. زمان وقوع این حادثه 6:30 بامداد گزارش شده. طبیعتاً در جایی که شما بر می دارید و 16 بلوچ رو از زندان میارید اعدام می کنید، انتظار این رو نداشته باشید که گل به دستتون بدن و نوازشتون کنه. از جمله جالب ترین چیزهایی که دیدم داستان عاشق شدن آقای مطهری. این علی خان مطهری آدم قابل تأملی است. فرزند مرحوم آیت الله مرتضی مطهری، یکی از مفکران انقلاب اسلامی ولایت فقیه. ایشون از علایق خود گفته، اتومبیل شخصی، ارتباطش با لاریجانی، اینکه همشیره عزیزشون به زوجیت علی آقا در اومدن، و گفته که به هر حال سومین فرزند پدرش هست
در دوران جوانی عاشق شده، 23-24 ساله بوده که تصمیم برای ازدواج هم نداشته، دانشجوی مکانیک دانشگاه علم و صنعت بوده، ولی به خاطر انقلاب فرهنگی ادامه تحصیلش 2 سال متوقف میشه. در این دوران به دعوتی که از دوستانش به رادیو میره که در برای پر کردن فاصله برنامه ها مطالبی مینوشته. ماه اول آغاز به کار بود که من به یکی از همکارانم در آنجا علاقه مند شد. عشق در نگاه اول، و این علاقه رفته رفته شدید شد و عشق آمد و در جان و دلم جای گرفت. و خلاصه انسان و ایشون رو از خواب و خوراک انداخت. انقدر عشق داغش کرد و سوزاندش که ناچار رفت که ازدواج بکن. ای کاش آقای علی مطهری هنوز هم عاشق باشد و معنای دوست داشتن رو به همون شکلی که در آغاز کارش در رادیو در برخورد با همکارش داشت حس کنه و بدونه این ملت بزرگوار ملت عشق است. عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامی ز من بر من و باقی همه اوست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.